و اما خبری از افغانستان نمایندگی سازمان ملل میگوید طی دو ماه اخیر 34 نفر در حملات و انفجارات و انفجار مهمات به جامانده از جنگ در افغانستان کشته شدند دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما با نشر گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ماهای می و جون در این کشور گفته است که طی این دو ماه سی و چهار نفر در حملات انفجاری و انفجار مهمات بجامانده از جنگ کشته و هفتاد و پنج نفر دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش یوناما که روز دوشنبه 26 تیر نشر شد، همه قربانیان این رویدادها غیر نظامیان بودند. یوناما گفته است که این افراد در حملات بمب های دستساز در مناطق پرجمعیت از جمله عبادتگاه ها، مدارس و بازارها کشته شدند. در این گزارش به حملات اخیر گروه تروریستی داعش در شرق افغانستان اشاره شده است. پیشتر هم برخی نهادهای حقوق بشری از افزایش حملات گروه تروریستی داعش علیه شیعیان و هزارها به ویژه در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. یوناما در گزارش تازه خود گفته است که از 15 آگوست 2021 زمانی که طالبان به قدرت رسید تا ماه می 2023 در مجموع کشته شدن 1095 نفر و زخمی شدن 2679 نفر را ثبت کرده است. به گفته یوناما سه چهارم این تلفات را غیر نظامیان تشکیل می دهند که شامل 701 کشته و 2113 زخمی است.